لایو جدید و جنجالی ریحانه پارسا و صحبت‌های درباره جزئیات تجاوزی که در 15 سالگی توسط کارگردان مشهور بهش شده و بازگو کردن تجربه تلخ اون روزاش که هنوزم دردش واسه ریحانه آزاردهنده است. با ما تو این ویدیو همراه باشید، لایو و صحبت‌های ریحانه پارسا رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. شما برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید حتما همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ حالتون چطوره؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. ریحانه پارسا دیشب یه لایو جدید گذاشت و توی این لایو صحبت‌های جنجالی رو انجام داد. اون درباره خاطره تلخی که توی شروع به کارش توی سینمای ایران براش اتفاق افتاده صحبت‌هایی رو انجام داد، از تجربه تلخ ورودش به سینما توی سن 15 سالگی و تجاوزی که توی این سن بهش شده و زخم عمیقی که هنوز با ریحانه هست و شبها کابوسش رو می‌بینه صحبت‌هایی رو انجام داد. توی این لایو ریحانه پارسا بعد از مدت‌ها جزئیات جدید و در عین حال عجیبی رو مطرح کرد. بریم با هم بخشی از صحبت‌های شجاعانه ریحانه پارسا رو با هم گوش کنیم. من خودم رو نجات یافته می‌دونم. کلمه سنگینیه، میتونم بگم سنگین، حالا نمیخوام خیلی دارکش بکنم، خیلی فضا رو احساسیش بکنم، ولی وقتی تو خودت رو درجه اول نجات یافته بدونی، میدونی که خب اوکی، یک اتفاق به مختصات زمان افتاده، تو مورد یک آزار و حجمه و حمله به خاطر یه موقعیتی بودی. حالا تنها کاری که میتونی بکنی اینه که خودت رو به زندگی برگردون، یک بار دیگه به خودت فرصت اینو بدی که زندگی در جریانه. من هر چقدرم عقب بشینم زندگی داره میره و من نمیتونم، من با به اینکه یک بار به من حمله شده، یک بار مورد آزار بودم، دست از آرزوام بکشم. همینطور هم شد. من ادامه اون رشته توییت، چند تا توییت برای کسایی که معلوم بود میخوان که روایت منو بیشتر دنبال بکنن نوشتم. تمام 17 و 18 سالگی من واقعا به اشک و آه گذشت. من 2 سال گوشه خونه، به هر حال باورم به این بود اون فیلم قرار ساخته بشه. من برای لباسای اون فیلم نامه نوشته بودم، خیلی فضای احساسی عجیب بود، خیلی وابسته اون فضا شده بودم، تا حدی که من واقعا پارسال زمانی روایتش کردم که اصلا متوجه شدم مورد آزار بودم. یعنی خود این متوجهشی که تجاوز، پروسه تجاوز و تعرض انواع مختلفی داره، صرفا به یک تعریف خلاصه نمیشه و تو زمان بگذره و بعد متوجه شی که مورد آزار بودیم. بلند شدم، ثمرش همین شد که خب دوباره من وارد فضای حرفه‌ای شدم. ولی من امروز روز میخوام که پینگ پونگی با هم بریم جلو، ولی فقط اینو میخوام بگم، من امروز روز این تریبون شکل گرفت راجع به این موضوع، وظیفه خودم دونستم حرف بزنم، روایت خودم رو بگم. اوکی، ماها چرا ساکت موندی؟ من توقع دارم. توقع به عنوان چی؟ اوکی، من یه جمله شنیدم، میخوام این رو راجع به خودم بگم. شنیدم که میگن که این خودش زبون داره، خودش راجع به خودش حرف میزنه. خب این چه توجیهیه؟ نه اینطوری نیست، این توجیهه. نه ببین ریحانه، من میخوام برگردم وسط حرفت، ببخشید قطعت کردم، برگردم رو همون نکته. وقتی که روایت کردی چه اتفاقاتی افتاد؟ ببین قبلش چجوری بود وضعیت؟ من فصلش رو از هر فصل کوتاه میگم. پروژه شکل نگرفت، خوابید و من 2 سال چشم انتظار دوباره بلند شدن و ران شدن و پروژه بودم، همچین چیزی شکل نگرفت. به محض اینکه بلند شدم و تصمیم گرفتم دوباره زندگی کنم به عنوان یک شهروند، به زور من اون دوران رفتم پیش دانشگاهی با واقعا روحیه داغون. من صبح به صبح این خاطره رو دارم که یک خوابی دیده بودم از اون دوران که من پاشم گریه میکردم، بودم خدا من چرا خواب اون 6 ماه رو میبینم؟ 6 ماه از زندگیم، 3 سال حداقل زندگی من تحت شعاع قرار داد و من همچنان توی ریویو. چی شد؟ اصلا چی شد؟ هیچ نقطه‌ای پیدا نمیکردم، هیچ نقطه‌ای پیدا نمیکردم، به خاطر اینکه تعریف نشده بود واسم. من الان حکم همون تعریفی رو دارم واسه اون دختر 14-15 ساله ای که الان داره تئاتر میکنه. الان براش تعریف میشه دیگه. اون موقع شاید بزن موضوع فرق میکنه وقتی یک بار پای حرفای من بشینه، ولی من اون موقع تعریفی نداشتم.
من اون موقع تو موقعیتی نبودم که بخوام بدونم اصلا تعریف آزار چه، تعریف تجاوز چه، نمیدونستم مورد چه حمله و چه جنسه. ولی تاثیرشو میذاره، یعنی اینکه تو نمیدونی مورد تجاوز قرار گرفتی، اینکه نمیدونی مورد آزار قرار گرفتی، معنیش نیست که تاثیرشو نمیذاره. تاثیرش همینه که تا 3 سال کابوس میبینی. خب موقعی که مشکل رو پیدا بکنی، موقعی که زخم رو پیدا میکنی، تو پروسه درمانش میفتی ناخودآگاه. ولی وقتی ندونی زخم کجاست، درد کجاست، تو امان داری درد میکشی و یک زهری رو با خودت میکشی و دنبال میکنی. پروسه شکل نگره و یک پروسه طولانی به انتظار گذشت، یعنی اصلا دیگه تبدیل به یه سری درسای معنوی برای من شد. من آدمیم که تو هر موقعیت دنبال یه دستاورد واسه خودم میگردم، من درس گرفتم، درس کار گرفتم، درس نفهم گرفتم و چیزا نمیشود. اصلا تو اون دوران خیلی عجیب بود، من توی اون سن متحمل یه سری موضوع جدی شدم چون باید لمسش رو میکردم، جز اینکه با واقعیت کنار بیام. پروژه خوابیده، چی گذشته اصلا دونی، و کاش خوابیده و تموم میشود. هم به من زنگ میخورد حداقل هفته دو بار سه بار، الو الو ای پروژه اسپانسر اومده، سرمایه گذار اومده، پروژه داره راه میفته، به ابراد هستن. باش دو ماه گذشت، دوباره این فصل عوض شد، میخوام دو عادی دو هفته دیگه اصلا میخوام بگم بیاید هفته دوباره پیش شوی چورو میشه. هی در این حد که اصلا من دیگه به لحاظ سنی بزرگ شدم و باورم دچار اشکال شد، یعنی کم کم متوجه شدم ای چی داره میشه، یه سری زنگه بگونه. توی همین تماسایی که میگرفت، چون تو روایتت هم بود، توی همین تماسایی که میگرفت این وعده ها رو میداد، ولی همچنان آزارگری جنسیش هم داشت، درسته؟ همچنان مود همون آدم یواشکی که داره با من وارد صحبتهای احساسی میشه، با این تفاوت که دوست نداشت هیچ وقت که موقعیتش از حالت سوم شخص و فعل جمع خارج بشه، یعنی میخواست اون اعمال قدرتی که اوکی خداگاهش، ولی آره دیگه یه کانورسیشن و دیالوگ جنسی با تو داشت یه اوکی. و برای من همیشه اون بزرگتر بودنه مثلا مشخص باشه که شاید ناخودآگاه پسش این بوده که از من هی آدم خجالتی تر و بیزبون تری می ساخت تو اون دوران. بعدش که گذشت یه ذره بگو، که گفتی سریع تر می خواهیم بگذاریم ازش، بعد از اون 3 سال یه ذره برامون بگو تا مهاجرتت. خودم آمدم دیدم نه اصلا اگر دارم گول می خورم، سزار سیاه ماجرا، دروغه، بوی دروغ می گه، معلوم دادم داره دروغ می گه. بلند شدم بگذاریم که زمانی که این پروژه خوابید، من باید برمیگشتم مدرسه، من چند ماه مدرسه نرفته بودم و باید برمیگشتم قاطی همون بچه هایی که همزمان همین گفتم وای دمت گرم اینا، برمیگشتم بهشون چون گفتم پروژه خوابید، برای من هم مثل خواب بود، یه عالمه آرزوی قشنگ بود با این مقدار بار روانی که این آدم تو من بود. نشون به اینشون که اون روزی که اولین بار این آدم به من نزدیک شد، یه فرصتی و چیت به من نزدیک شد، من امتحان عملی بازیگری داشتم و خیلی لحظه سرزنش گری بود برای خودم، خیلی لحظه عجیبی بود. من رفته بودم به من اگر بگن که تو آدم حواشی، میگم من چه سنی از زندگیم حاشیه شکل گرفته، موقعی که من صفر میخواستم کار بکنم فهمیدم نه، حاشیه کار بار بیشتری داره نسبت به درست راهروی دفتر اتفاق می تو راهروی فیلمبردار اتفاق می تو ممکنه از جلوی دوربین داره اتفاق. وقتی اهمیت این دو تا رو دیدم، گذاشتم کف ترازو، دیدم نه اصلا اون یه وقتایی میشه دلیل این که مسیر این من فراهم شه، مسیر این معاشرت های مثلا این جنس آدم ها فراهم شه که با یه سری تعداد، با تعداد زیادی بکن دختر جوون، بسته به این پروژه، بسته به اسم این پروژه، اخبار این که داره پروژه شکل میگیره شکل بگیره، چه موقعیتی ممکن بود پیش بیاد که یه همچین آدمی با این سلسله دخترهای نوجوان آشنا شه، به دوست فراخوانه بازی کدوم موقع؟ دقیقا درست میگه و این همش اهمیت های روایت تو قربت بند. یه اتفاق خیلی عجیبی که میفته، ما سیل عظیمی از حالا این روزه که خودت اینقدر مستقیم با روایت مواجه هستید میشنوید، دستیار کارگردان، مدیر تولید، حالا با سعی کننده و کارگران یکم بگیم به مناسبات خودش، این که یکی باشون تو این چالش بیفته یکم احتمالش بیشتره، ولی میبینی هر کس به سهمی که چاقوش ببره
داره از تمتش استفاده میکنه. دستیار خوب کارگردانیه، یعنی آدم حرفه‌ای توی کارش و داره پروژه حرفه‌ای رو میبره جلو، با بازیگرای حرفه‌ای هم کار میکنه، شاید با اونها حرفه‌ای هم رفتار میکنه. ولی قصه کجا به وجود میاد که یه نقش جوون وجود داره، دختر جوون. خب اسم این که میاد چه من برق میزنه، یه سری دختر جوون توی پروژه قرار بیان توی دفتر رو برن. به هر حال کم کم شماره هاشون که هست، از همون شماره بسته به اون حالتی که توی اون دفتر شرفته پشت اون میز نشسته، اون دختر بازیگر خودم میرم میبینم یه آدم جدی بزرگ ساله تو موقعیتی قرار داره که میتونه تصمیم بگیره که من باشم یا نباشم. چقدر اعتماد به نفس، چقدر اعتماد به اون آرتی که تو من وجود داره، به عنوان بازیگر وجود داره که من میدون به اینا ندم، که من بدونم اوکی من اگر خوبم به هر حال موقعیتی فراهم میشه که من خودم رو بروز بدم، میدون ندم. اون موقع چه اتفاق میفته؟ این انرژی از تو ساطع میشه. و ببینیم وسط حرفت، و همه خب اینو ندارن، یه الان بحث همینه. یعنی ما که نمیتونیم الان بگیم که حالا زنها چقدر باید اعتماد به نفس داشته باشن که جلوی این چیزی که تو گفتی که خیلی دقیق و درست بود، جلوی تمام این قدرتی که به یه شخصی داده شده پشت اون میز وایستن و تن ندن به اون باجی که میخواد ازشون بگیره، درسته؟ خب آدم ها با هم متفاوتن، زنها هم با هم متفاوتن. یه بخشی از این لایو خب میذارم واسه یه سری دختر نوجوانی که الان دلشون میخواد کار کنن تو پروسر. خب اون بخش ببینید آخه چه شکلی میشه، به چشم دیدم. وقتی تو میری یک جا تست میدی، خب تو هم کلاسی های مدرسه هم سنمون کم بود، شروع میکنی به پیگیر شدن موقعیت، یعنی چی شد چی نشد. تو داری این که خودم هم این شکلی بودم، من خودم یک بار خواب اینو دیدم که این نقشه تو همون پروسه تر که این نقشه یکی دیگه اومده داره بازی میکنه. صبح بلند شده بودم دنیا ریخته بود تو سرم خواب. میفهمم. ولی بذار سب کن ریحانه، نظرت چیه که به جای اینکه به دخترایی که میخوان برن، خب پیگیری باید بکنن دیگه، طبیعیه. یه سری دختر نوجوان تو داری تو توضیح میدی، تازه یه سری زن جوانم برن، خب پیگیری میکنن، این علاقه شونه، براش کار کردن. تو چقدر زحمت کشیدی برای این کار، تو رفتی درسشو خوندی، آموزش دیدی. تو خیلی به من لطف داری، میدونی. هم در واقع من همیشه میگم که وقتی کسی مثل تو به من این لطفو داره، من همون موقع جدی چشمم تک تک رابیایی رد میشه، مثل خودت که این همه رنج کشیدید برای اینکه روایتتون رو بگید، این همه سیب شدید و تحمل کردید. و من واقعیتش در تصویر شما میبینم، دونه دونه آجرایی که گذاشتین. و دمتون گرم. دم خودت گرم. قربونت برم عزیزم. مرسی از تو. نه من اگه اجازه بدی که قطع بکنم و قربونت برم همه یه کسایی که اومدن توی این لایف خود میکنم. مرسی از تو. خب رفقا نظرتون راجع به صحبتایی که ریحان پارسا انجام داده چیه؟ به نظرتون حرفاش از روی شجاعتش بوده یا بازم میخواد یه حاشیه جدیدی درست بکنه و فضا رو شلوغ بکنه و یه سری مخاطب از این طریق به دست بیاره؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بکوبید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.